پیامبر و پیشوایان اسلام کارهایی رو انجام میدادن و سبک زندگی رو داشتن که امروز اگه آدمای معمولی حتی فکر به اون کارها بکنن و دیگری خبردار بشه براشون رسوایی به بار میاره. مثلا اگه یه پیرمرد 50 و چند ساله تصمیم بگیره با یه دختر بچه 6-7 ساله ازدواج بکنه، چه فکری آدم ها دربارش میکنن؟ روانشناسی میگه این یه اختلال جدی روانیه، بهش میگن پدوفیلیا، کسانی که تمایلات جنسی درباره خردسالان دارن. اگر انجامش بدن در تمام دنیا این کار جرم محسوب میشه. امروز اگر یه مردی یا یه زنی به غیر از همسرش با کسی دیگه‌ای در رابطه باشه میگن خیانتکاره. اگر با آدم‌های متعددی در رابطه باشه میگن فاسده. پس چطور اونها با آدم‌های متعددی رابطه داشتن به نام ازدواج؟ یه توجیهایی هم می‌آوردن، ما برای تحکیم نمی‌دونم روابط بین قبایل، برای توسعه اسلام. اسلام چرا نیاز داره تو با کودک خردسال رابطه جنسی برقرار کنی که توسعه پیدا بکنه؟ این چه سیاستیه که ایجاب میکنه تو با بچه ها، با آدم های متعدد رابطه داشته باشی و به احساس زنان دیگرت فکر نکنی که دل اونها میشکنه؟ مگر اینها قرار نبود که الگوی ما باشن؟ این چه الگوییه که آدم های عادی اگر بخوان همون کارها رو انجام بدن رسوایی براشون میارن؟ توجیهای میارن، میگن اون دوران رسم بوده. مگر پیامبران نیومدن که رسم و رسوم غلط رو تغییر بدن؟ خب پس چطوره که اینها اومدن بردهداریشون رو کردن، روابط متعددشون رو داشتن، با بچه های خردسال رابطه جنسی برقرار میکردن؟ چی اومدن درست کنن اینا؟ پس چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ چی باعث میشه که ما در برابر حقیقت اینقدر کور باشیم؟ پاسخ اینه: شستشوی مغزی. شستشوی مغزی چشم ما رو به روی حقیقت میبنده. بیاین بیشتر فکر کنیم، بیاین چشممون رو باز کنیم، بیاین موضوعات رو از زوایای مختلف نگاه کنیم.